بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود خدمت هممیهنان عزیزم، من بنده مؤمنه به خدای جهانیان سید فاطمه روحانی هستم. در گذشته ها یک قانون بود که در همه ادیان هست، که حتی حضرت علی می فرماد که بالاترین عبادت خدمت به خلق است، که در گذشته اعلی حضرت رضا شاه کبیر و شاهنشاه آریامهر بالاترین عبادت را داشتند و هر آنچه که پس از 39 سال مانده از زحمات و تلاش آنهاست. افتخار، غرور، تحصیلات، شادی، آرامش، رفاه، امنیت، آزادی و هر آنچه شما خواسته اید، تا اینکه به گفته های آخوندها پیرو آنها شدیم که گفتن خانه مجانی، برق، آب، همه هزینه ها مجانی. البته بعد از رسیدن به حکومت، چیزی که به ملت داده نشد بلکه هر آنچه که مردم داشتن از آنها گرفته شد، اعم از ثروت‌های شخصی، غرور، احترام، عزت، سلامتی سلامتی، تغذیه سالم، هوای پاک، حس رحم، امنیت، آزادی، و چه آزادی فردی یا اجتماعی یا سیاسی. ایران تبدیل شد به کشوری غمزده. وقتی هر ایرانی الان را با گذشته ها مقایسه می کند، شرمگین می شود. از اساتیدم سوال کردم چرا ملت ایران به این وضع اسفبار و دردناک دچار شد. فرمودند یک پادشاه باید حافظ منافع ملتش باشد و از طرف خداوند مأموریت داره که برای ملتش رفاه، ثروت، افتخار، امنیت، آزادی به وجود بیاورد، که اگر این کارها را انجام دهد، تعهدش را به خداوند و هم به ملتش انجام داده. در آن زمان خداوند پشتیبان آن پادشاه است و همینطور ملت باید در همه زمان و همیشه پشتیبان آن پادشاه باشند. پادشاه ایران همه تعهدش را نسبت به ملتش انجام داد و در زمانی که ملتش او را باید حمایت می کردند، که بالاترین سرمایه ایرانیان نفت را به قیمت بالاتری می فروختند، از ایشان حمایت نشد و به او پشت کردند و خداوند ملت ایران را مجازات کرد. خداوند ملت ایران را مجازات کرد. من با شهامت اعلام میکنم خداوند ملت ایران را مجازات کرد. یکم به خودمون بیاییم، چشمامونو باز کنیم که به چه صورت خدا سقوط داد. چون یک پادشاه خوب نماینده خداوند و خوبی هاست، یک پادشاه بد نماینده ظلم و ابلیس است. بیاییم برای جبران اشتباهات گذشته خود و پدرانمان و رضایت خداوند و آرامش روح اعلی حضرت رضا شاه کبیر و شاهنشاه آریامهر با ولیعهدمان هم عهد شویم که از ایشان حمایت کنیم و در مقابل این رژیم ضد خداوند تبهکار و ضد آرامش ایستادگی کنیم انشاءالله.
برای پیروزی و آینده بسیار زیبا.